با سلام خدمت شما بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، به این بخش خبری خوش آمدید. 700 موکب از استان واسط عراق در ارائه خدمات به زائران امام موسی کاظم علیه السلام که به سمت حرم مطهر پیاده حرکت می‌کنند شرکت نمودند. انید مناهی مسئول موکب‌های حسینی در استان واسط عراق گفت موکب‌های خدماتی در استان واسط از بیش از 8 روز پیش خدمت رسانی خود را آغاز کردند و تا پایان مراسم سالگرد شهادت امام موسی کاظم علیه السلام ادامه خواهد داشت. مناهی ادامه داد تعداد موکب‌های داخل واسط نزدیک به 700 موکب رسیده است. تعداد موکب‌های دیگر شرکت کننده داخل شهر بغداد 30 موکب خدماتی است که خدمات مختلف از جمله غذا، آب و استراحت و خدمات پزشکی ارائه می‌دهند. وی در ادامه گفت برنامه تدوین شده موفقیت آمیز بوده و تا پایان مراسم سالگرد شهادت امام موسی کاظم علیه السلام با همکاری ادارات خدماتی و فرماندهی پلیس واسط با گشت‌زنی در تمام مسیرهای حرکت زائران ادامه خواهد داشت. نفرات برگزیده هفتمین دوره مسابقات طرح ملی آموزش حفظ قرآن عراق در دو بخش آقایان و بانوان معرفی شدند. این مسابقات به همت دارالقرآن آستان مقدس حسینی و با همکاری دارالقرآن آستان مقدس علوی و در شهر نجف اشرف برگزار شد و نمایندگان 12 استان بغداد، بابل، کرکوک، دیاله، صلاح الدین، واسط، المثنا، زیقار، میسان، بصره، نجف و کربلا حضور داشتند. کرار شمری مسئول مرکز رسانه قرآنی وابسته به دارالقرآن آستان مقدس حسینی در این باره گفت این مسابقات به مدت 3 روز در بارگاه مطهر علوی در نجف اشرف و در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد. یک مقام سازمان ملل متحد در سوریه از بی‌خانمان شدن 5 میلیون نفر از شهروندان کشور سوریه پس از زلزله اخیر خبر داد و از عبارت بحران درون بحران استفاده کرد. به گفته سیوانکا داناپالا نماینده کمیساریه عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود 53 میلیون نفر در سوریه ممکن است بر اثر زلزله بی‌خانمان شده باشند. به افزود برای سوریه این یک بحران در یک بحران است. ما شوک‌های اقتصادی کووید را داشته‌ایم و اکنون در اعماق زمستان هستیم و کولاک در مناطق آسیب دیده موج می‌زنند. بازماندگان زمین‌لرزه‌های 7.8 و 7.6 ریشتری به اردوگاه‌های سرازیر شدند که برای آوارگان نزدیک به 12 سال جنگ از دیگر مناطق سوریه ایجاد شده است. بسیار از آنها خانه های خود را از دست دادند یا آنقدر می ترسند که به ساختمان های آسیب دیده بازگردند. 11 فوریه روز جهانی حضور زنان و دختران در عرصه های علمی به شمار می رود. گفتنیست در تاریخ 22 سپتامبر 2015 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به منظور روز جهانی به رسمیت شناختن نقش حیاتی زنان و دختران در جوامع علمی تصویب کرد. هدف از گرامی داشت این روز ارتقا و نقش زنان و دختران در علم است. شایان ذکر است در همین حال برخی کشورها مانند افغانستان که زیر سلطه حکومت طالبان قرار دارند دختران و زنان را از تحصیل در مدرسه و دانشگاه محروم کردند. منابع محلی و رسانه‌ای در کشور پاکستان از کشته شدن دو تروریست وابسته به سنی‌های تندروی سپاه صحابه خبر دادند. این منابع در ادامه افزودند در پی وقوع درگیری در منطقه مصری بنده این دو تروریست توسط نیروهای امنیتی ارتش پاکستان به هلاکت رسیدند. گفتنیست فعالیت گروه‌های تندروی پاکستان به ویژه گروه تحریک طالبان طی یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است. در همین راستا ماه گذشته تحریک طالبان پاکستان مقام‌های ارشد این کشور از جمله نخست وزیر و وزیر امور خارجه را تهدید کردند. سازمان بهداشت جهانی با صدور بیانیه رسمی نسبت به افزایش بی‌سابقه فقر و گرسنگی در شهرها و مناطق مختلف کشور افغانستان به ویژه روستاهای این کشور هشدار داد.
در ادامه این بیانیه آمده در سال جاری حدود 28.3 میلیون نفر، دو سوم جمعیت افغانستان، به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت که نسبت به 24.3 میلیون نفر گزارش شده در سال 2022 16% افزایش داشته است. گفتنی است این اولی باری نیست که یک نهاد بین‌المللی نسبت به وضعیت فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار می‌دهد. سازمان ملل متحد، سازمان یونیسف، صندوق بین‌المللی پول، کمیته دفاع حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی در گذشته بارها و بارها نسبت به وخیم بودن وضعیت معیشتی در افغانستان هشدار دادند. یک استاد دانشگاه آمریکایی از ضد شیعی بودن قانون جدیدی که اخیراً در کشور پاکستان به تصویب رسیده خبر داد. احمد تیکورو، استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه ایالت سان دیاگوی آمریکا، طی اظهاراتی گفت اخیراً قانونی در پاکستان به تصویب رسید که مقرر گردید به موجب آن با توهین کنندگان به اعتقادات پیروان دیگر ادیان و مذاهب برخورد شود. به افزود این قانون خوبی است زیرا باعث احترام به دیگران می شود، اما بنده معتقدم هدف اصلی از تصویب آن مورد هدف قرار دادن و اعمال فشار علیه شیعیان در پاکستان است. سمینار تأثیر رسانه‌ها در اصلاح جامعه با نگاهی به شیوه حضرت زینب سلام الله علیها توسط مؤسسه جوادین که مقر اصلی این مؤسسه در بغداد پایتخت عراق است برگزار شد. گفتنی است این سمینار با همکاری مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام از لوح برگزار شد. قابل ذکر است تعدادی از دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و جوانان شیعه در این سمینار حضور داشتند. ممنونم که با این بخش خبری همراه بودید.